مهم اینه موهاشو دستاش پوشیده است. من چشمامو بستم، مگه ندیدم چی گذاشتی؟ اصلا نگاه نکردم. نگاه نمی‌کنم. من جدا چه خدا گفته چیزای بدو نبینید، نشنوید، به زبون نیارید. من الان بزن بعدی. زدم بعدی. یاد یه موضوعی افتادم. دو هفته پیش بود زنگ زدم مامان تلفنی، گفتم آره چه خبر؟ همه چی رو به راه؟ سر کار چه خبر؟ آخه مامان توی مزون لباس عروس کار می‌کنه. گفت چیزی بهت بگم باورت نمیشه. گفتم چرا، چی شده؟ گفت بیشتر کسایی که میان اینجا و حالا مثلا محجبه زیادن یا چادرین، این افراد وقتی میان مثلا میخوان برای عروسیشون یه لباس عروس انتخاب بکنن، لباسای شاین و دلبری رو انتخاب میکنن. من گفتم شاین و دلبری چه نوع لباسایی هستن؟ مثلا به چه لباسایی میگن؟ میگه لختی ترین لباسایی که وجود داره توی مزون بین مثلا 400 500 تا لباس، لباسای شاین و دلبریه. و من اینطوری بودم که واقعا میگی؟ یعنی طرف مثلا همه جا محجبه محجبه است، حتی تو خونه مثلا وقتی که داداشش میاد مثلا شال سرش میکنه، مثلا تو خیابون چادر از سرش نمیفته، مثلا تا اینجا برقه میندازن حتی بعضیشون که دیگه خیلی مثلا حالشون خوبه. ولی بعد از اون برای مثلا فیلم برداری، برای مثلا اینکه فیلم برداری کنن روز عروسیشون یا مثلا بخوان عکس بگیرن و اینا، لختی ترین لباسا رو میپوشن. و از اون طرف خانمای نرمالی که حالا پیش اصلا داداششون، پیش مثلا رفیق شوهرشون نه شالی میذارن یا مثلا لباس آستین کوتاه اینا میپوشن، اینا این افراد نه، این افراد مثلا خیلی نرمال تو خیابون میچرخن، تو سطح شهر میچرخن و از اون طرف روز عروسیشون لباسی که به دلشون بشینه رو انتخاب میکنن، نه لباسی که لختی باشه. اینم خیلی جالب بود برام، اینو من دیدم یادمون داستان رو دادم گفتم بگم. سایل داوای اینستاگرام به زودی. وای واقعا چرا لباس مدرسه هیچ موقع هم عوضش نمیکنه؟ لباس مدرسه ما چرا انقدر زشته؟ واقعا چرا اصلا قشنگش نمیشه که؟ به خاطر اینکه جنس مخالف نگات نکنه، اصلا زشته. به خاطر همین اصلا باید زشت باشه. با پسرای مدرسه ای ما رو همدیگه هم کراش میزنن. چه دقیقاً اشکار اینا اومدن یه کاری کنن که مثلا دختر پسر با هم دیگه خونه گیرن، مثلا با هم دیگه دوست نشن، به گناه و فساد کشیده بشن. ولی خب این داستان داره عکس عمل میکنه، یعنی یه شورش داره در میاد، هم جنس گرایی داره تبلیغ میشه، پسرها و پسرها اوکی میشن، دخترها و دخترها. تاثیر زنان همیشه زیباست. این تاثیر زنان خیلی از مردارم بدبخت کرده. این تاثیر زنان خیلی از مردارم لو رفتن، دهنشان سرویس شده. خب دیگه گوهی نخورید. آره دیگه گوهخوری نکن. سری اشکان رو میشه. آره دیگه منظور بود گوهخوری نکنین دیگه. اوکی. اشکان احساس کرده، این خطر رو احساس کرده، بوی خطر به مشامش خورد. همین که بچه‌ها نباید دندون داشته باشن. اینجوریه. چه ترساک میشد. آقا به یه چیز دیگه داشتم فکر می‌کردم که وقتی می‌خوام شیر بخورم گاز میگیرم. آفرین. مامانشون اذیت میشه نمیتونن شیر بخورن. دقیقاً. نه چرا مثل مامان بزرگا شدی یه لحظه اشکان محیا؟ چرا چه مامان بزرگا شدی شما؟ دیدی مثلا ظرف میفته میکرم یه رفع بلا بود، یا مثلا طرف عدسه میکنه میزنن پشتش میزنن زمین. نه خب دلیلش این نیستش که گاز نگیرن. اصلا از هفته ششم دندون شروع میکنه به تولید شدن، ولی خب چون بافتش سخت‌تر از بافت گوشته، مثلا سخت‌تر از بافت مثلا دست و قلب و اینجور چیزاست، زمان بیشتری طول میکشه که تا بخواد دندون رشد کنه. خیلی از بچه‌ها اصلا با دندون به دنیا میان، اسمش هم حالا ناتاله. الان من لفظشو دارم درست میگم یا نه؟ دلیلش اینه به خاطر حالا بافت سنگین‌تر و بافت سخت‌تر دندون زمان بیشتری طول میکشه تا به وجود بیاد، تولید بشه. مگر اصلا ربطی به این نداره، برای اینکه مثلا سینه مادر رو گاز نگیرن، برای همین مثلا خدا دندون نذاشته واسهشون وقتی به دنیا میان. دیده شدن در احواز رو باسنش بیشتر از قیافش وقت گذاشتن. چه قنبلی داره شیره. قنبلی داره. ساکت شو. ای خدا، این شیر شیری لوپز. به عنوان یه هنرمند خجالت کشید. لوپز شیری. بابا لوپز شیری دیگه. چه شیطونه این اشکان. این عملای زیبایی. چه من موندم چجوری روشون میشه اینا رو بذارم واقعا. خب بعد آگاه سازی ازم خدا... چرا علمی نگاه نمیکنی؟ به خدا من تو خیابون آخه مثلا میخوام کلیپ بگیرم لباس قاسم تنمه، کسی رد میشه من خجالت اینجا قایم میشه. علای زیبایی برای گوشتای اضافی دور کوپس دیگه، اینا میان مثلا گوشتای اضافی رو برمیدارن. خیلی از کوپس ها آخه اینجوری هم مثلا دست چپیه، عکس چپیه و بعدش حالا میان عمل زیبایی انجامش میدن و میکننش عکس راستیه. برای اینکه نوشته لعنتی حالم از کالباس بهم خورد، یزید کل دنیا داره برای یه همچین چیزی جون میده. حالا تو میگی حالم به هم خورد که البته اسمش ساراه، فکر کنم اصلا دختره که میگه حالم به هم خورد فلان. نسل جدید هیچ وقت نمیتونه درک کنه کیف چقدر درمون ارزش داشت. این چیه؟ ازم کیف سی دی امام داشتیم. کیف سی دی چیه؟ کیف سی دی پلی استیشن 1ه. نه نه توش انیمیشن داشت. ما توش بازی پلی استیشن میذاشتیم. خب هر کی توش چی میذاشه؟ مثلا ما دو تا کارتون اینا. حالا اشکان 4000 بزرگتره، همه این چیزای نوستالژی رو میخواد بزنه به اسم خودش. یا یزید ما هم داشتیم اینا رو دیگه. حالا من بگردم توی
گالری و اینا عکس بکسش هم میتونم پیدا کنم. مرسی از اینکه تا آخر ویدیو نگاه کردی، امیدوارم توی کامنت ببینم. تا یه ویدیو دیگه، توی خوشگل و به خدای ایران میسپارم. در پناه نور خرد و به دور از گزند ناگاهی باشید. پاینده باد ایران.